میخواییم که بله میخواییم من یک کوتاهی بگم و این رو با هم یعنی به شما بسپارم. برنامه پیشین بخش نخست شاهنامه به نام خداوند جان و خرد رو باز کردید و اینکه چه پایه مهمی داشت این جان و خرد در آگاهی و دانش ما ایرانیان و چگونه و به چه خوبی فردوسی این رو برای ما بازگو میکنه و اینکه امروز بخش گفتار اندر ستایش خرد و این مهم بودن جان در واقع که نخست میاد و سپس ما میتونیم از اون مایه جان خودمون که خیلی پیوند تنگاتنگ با هستی داره است که خرد رو پشتیبانی میکنه و خرد رو میتونه یک راهنمای درست و خوبی باشه رو باز کردیم و امروز شما میخواییم بخش ستایش اندر خرد رو که بعد حدود 7-8 خط جان و خرد بود و 7-8 خط هم گفتار اندر ستایش خرده. بعد میریم گفتار در آفرینش کیهان و مردمان. شما اگر به من یک دقیقه هر چیزی که دوست دارید بگید من اون تلفن رو ببندم با اون تاقرم. حتما به هزوی من تا کدوان زند کرمانی برمیگردن در یک دقیقه. آن چیزی که بخش نخست به نام خداوند جان و خرد رو شاید نکته هایش رو بتونم اینجا الان نگاه کنم و بازگو کنم این که همون گونه که گفتیم اون جان و خرد و اون مهم بودن و پایگاه جان که نخست هست به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای، خداوند کیهان و گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. و اینکه این گوهر هستی و این که از نخستین آخشیج هستی که پس از به وجود آمدن اون چهار نیروی هستی که ما میدونیم امروز هم در کوانتوم فیزیک ثابت شده که همانا نیروی کشش و الکترومغناطیس و بسیار نیروهای ضعیف و قوی داخل هسته، اینها این چهار نیروی پس از به اصطلاح از هم جدایش و این چهار نیرویی که جهان هستی ما رو تشکیل داده و اینکه چگونگی به وجود آمدن خورشیدهای اولیه و سپس‌تر می‌بینیم که در پروسه اِوولوشن یا تکامل به اصطلاح اشکال دیگر هستی به وجود میاد و مادیت میگیره، اینها میبینیم اون جان اصلی رو ما ایرانیان باستان پی برده بودیم که همانا آتش اولیه یا پیوند اون پیوند همون نخستین بله انرژی اولیه و اون چیزی که در مکروکازم خودمان هم هست، همون مهر، همون اون گرمای درونی که احساس میکنیم و اون پیوند اون با اون همون انرژی اولیه هستی که با گشایش این جهان هستی به وجود اومد. مهر و کانشسنس اصلا مهر و آگاهی اصلا به هم بستن، دقیقاً پیوند کاملا تنگا تنگ دارن و برای همین هم هست که میگیم جان در جای نخست قرار میگیره، چون از اونجاست که ما انسانیت و دوستی و هستی رو میتونیم به طور کامل و پیور و به صورت خیلی جرفای ماجرا در جانه خرد بله. نگاهبان جان قراره باشه این سیستم نگاهبانی از این انرژی ورجاوند، از این کانشسنس، از این آگاهی، از این که هستیم بله. از این هفت چاکرا، نه فقط دوتا شکم و زیر شکم، نه از هفت چاکرا، از کراون سر تا پایین که تمام اینا کامل کننده هم دیگه از هفت انرژی روی هم چسبیدن تا تونستن آقا
آگاهی ما رو به وجود بیاره. شما در نظر این گفتین چاکرا، من به این یاد این افتادم که اصلا در فرهنگ ما که در زرتشت هم به گونه تبلور میکنه، همین بستن به اصطلاح میانگاه این خودش یک کمربند، این کمر یا کشتی بهش میگن فکر میکنم، این خودش یک فلسفه داره که البته به زرتشتیت و اینا یک مقدار مبتذلش کردم، ولی اینها نشانگر اینه که سه چاکرای پایین، یعنی از شکم، از شکم ناف و به اصطلاح چاکرای اولیه، اینها جدا هستن، اینها به اصطلاح مادیات ما رو ساستین میکنن، نگهبانی میکنن، و اون سه چاکرای بالا که تن ما رو ساستین میکنن دقیقاً، و این قلب و این به اصطلاح گلوگاه و چشم سوم و سپس در تاج سر، اینها همه اینجا همشون به اون قلب، اون نشیمنگاه مهره که اینها با هم ممزوج میشن و یکی میشن و میتونین از اون طریقی که دست پیدا بکنید به وجود خودتون و سپس به هستی، تو انرژی قلب دیدین، حتی خود اون ماسل قلب مونه. بله. به صدا مایچه قلب هم در مقابل هر احساس ما عکس العمل نشون میده، با ما اون رو در به صدا دل خود احساس میکنیم. دقیقا. اینی که اینها از نظر حالا دیرین شناسی، از نظر بدن شناسی اینا به حال مسئله‌ای که خیلی طول میکشه اگه ما بخوام سراغش بریم. ما در گفتار آفرینش جهان و مردمان یا کیهان و مردمان میرسیم و بحث اینقدر گسترده میشه که ما شاید چندین جلسه در همین آفرینش بمونیم، روی اول شاهنامه، در این 10-15 خط اول شاهنامه مجبوریم بمونیم. پس ولی شما این بخش خرد، من میدونم که چقدر دوست داریم بخش آفرینش رو، ولی امروز به بخش خرد مجبوریم که چند، چون خود بزرگوار پردیسی اینا رو به این شکل گذاشته، ما به همون شکل میریم جلو. پس این چیزی که روش ریکپی که شما کردین در اون چند خط اول بود به نام خداوند جان و خرد بود، که ما خداوند رو گفتیم که در فرهنگ ایران که چه هست، اصلا ربطی به موجودکی در آسمان نداره، به باز کردیم که چه هست. و دوستان حتما توجه کنن که این بخش های فردوسی هم تاریخش هم کتبان مادیار پدرام می نیستن، فردوسی 1 فردوسی 2، زیر اون اکس ها، زیر اون اکس ها که هر کدوم نمانده یه برنامه ما هست که تایمش هم زده مثلا 1 ساعت یا 2 ساعت، اونها رو به ترتیب باید نگاه کنید تا متوجه بشید که ماجرا برحال تز ما یا دیدگاه ما چیست، و اینه که ما نمیتونیم به طور کامل برگردیم روی هفته های قبل، چون من با یکی از دوستان صحبت میکردم میگفتن ما نشنیدیم، گفتم خب اونو باید پیش از این که ما این برنامه مرشی شروع بشه گوش فرا بدن، کلیک کنید و گوش فرا بدید، و امیدوارم که ایشون کار کرده باشن. پس ما میرسیم به 8 خط پایین تر بعد از خداوند جان و خرد، به گفتار اندر ستایش خرد. بله. تا حالا جان و خرد رو مطرح میکردن و بعد حالا که به خرد رسیدن میان حالا این خرد کارش چه هست، حالا ببینیم که این خردی که میگن آه خرد خود را با کار ببرن، از این که فقط خرد داشته باش، یا خرد وصل به ماجرای دیگری که نگاه داره و نگاهبان اون کانشسنس بیدار شماست، ذهن بیدار شماست، آگاهی اون که خدای هستی که شما هستید، خدای بالاتر از شما، هر چه نگاه کنید هر جا که تغییر کردن، موشکام رفتن بالا، تو فضام رفتن، دیدن دیگه نیست، همین که خودتونی، خدای خودتونی. چگونه خرد نگاهبان این خود شما، نه ایگوی شما، ذهن ساخته شما که سوشالایز شد و سرکوب شد و نابود شد و روان پری شده شما، بلکه خود، یعنی اون کور بینگ، اون سنتری که شما از 4 میلیارد سال تکامل یا از 13.7 میلیارد سال تکامل فراپویش به وجود اومدید که از درون همین هستی میاد، و الان ذراتش رو داریم میخوام پیدا بکنیم که کوچکترین ذره چیه. ما گفتیم تو کوانتوم مکانیک دارن سعی میکنن بیلدینگ بلاک هستی رو پیدا بکنن، ببینن مثلا این ساختمان که کوچکترین ذراتی که ازش ساخته شده، مثلا این آجراست در هستی، ما میخوام ببینیم این هستی و این ماده و این انرژی
حرکت تو فضا بیلدین بلاکش چیه، از چه ذراتی ساخته شده که از اون کوچکتر نمیتونه بره. گفتیم انشتن هم در ریلیتیویتی به دنبال بیگ پیکچر رفته که بدونیم که سپیس و انرژی و کشش یا جاذبه به چه شکل کار میکنه و روابط اینها چیه. گفت اینها تایمه، ربط به تایم یعنی بود تایم بسته به این سه بود دیگه است. هر پدیده‌ای در هستی، هر انرژی یا هر کره یا هر انسانی یا هر موجودی یا هر خاکی یا هر سنگی دور خودش تایم و سپیس رو بند میکنه، خم میکنه و این هست کشش یا جاذبه، نه اینکه مثلا همه چیز به سنتر زمین میفتد و یافتم از اینها، نه. خب میرسیم این گفتار. حالا پس ستایش خرد، خرد کارش چیه دوستان؟ خرد بهتر از هر چی ایزد از داد، یعنی اون چیزی که ما میگیم جانه، این که ایزد از ایزدان میاد، از این ذرات هستی میاد، از این انرژی تابان میاد که تو بیگ بنگ ماسه تایم ماسه 13.7 بیلیون سال میلیارد سال پیش شروع شده، میگه از همه چی بهتره. ستایش خرد را به از راه داد. خرد افسر شهریاران بود، کسانی که میخوان به شهریاری بکنن، به مردمان، به اِوولوشن، به هستی، به پیشبرد زمین مادر ما میخوان کاری بکنن. شهریاران، اونایی که احساس مسئولیت در مقابل بودن خودشون به خاطر ارزشی که برای خود، یعنی سنتر خود، یعنی نه ایگوی خود، سنتر خود، خدای خود، خود که خدا هستن، برای خدایی خود قائلند. خرد تاجشونه، افسرشون، افسر این تاج. ببینید باز به کراون چاکرا یا به تاج سر داره اشاره، به جایی که ما خرد رو بر تاج سرمون بگذاریم، یعنی این خرد رو نگاهبان جان خود بکنیم، کاور بکن، که بعدن عربا و خاخاما و اینا یه کسافه توی تای کلشون میذارن، کلاکوچولو میذارن. این برای این، برای این که هوش از کلشون نپره، به خاطر این که یک سر هوششون تو شکم و زیر شکمشونه، حواسشون نیست یه رفت دستان. نه، اینجا ما میگیم خرد رو تاج خود بکن، نه اون کلاک رو که هوش از کلتون نپره، چون اینا هر لحظه نوش از کلشون بپره بیفتن سقط بشن. خب خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. نامداران کسانی که برای بشریت میخوان کاری انجام بدن، یعنی برای خود، در نتیجه برای بشریت. نامدار کسی که بزرگی رو پیشه خود میکنه، نه شکم زی شکم رو، نه به دست آوردنه آشغال و پول و فلان، فقط چه کار میکنه؟ خرد رو مثل یک لباس میپوشه. خرد زیور نامداران بود، میپوشمش مثل یک لباس شیک. خب بله، خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد برای این نیست که یاد بگیم چطور تجاوز کنیم، نمیدونم حالا چطور با اسرائیل جون بسازیم که ما رو کمک کنه بریم آخوندار بیرون کنیم، خودمون شروع کنیم تو سر بقیه زدن به قول یه رو کودک کانادی تو برها. بگذاریم از اینا، چون گفتیم سر فردوسی نمیخوام زیاد به آدم خوران اشاره بکنیم. پس خرد مزخرف هایی که تو ذهن ما کردن نیست. خرد زنده جاودان، زنده جاودانی شناس. خرد زنده جاودانی شناس. خرد زنده. خرد چیزی نیست که ما مثلا بگیم عقل، مثل عقل یونانی. بله. که برداشتی که از خرد ایرانی کرده بود بعد از این کتاب‌های ایرانی رو به کمک رهبران یهودیان اینا دزدیدن، دادن به اسکندر، اسکندر وارد کردن، اینا رو گفتیم قبل از این. چیکار کردن؟ از این دیدگاه خرد شناسی شرق ایران و آریایی خرد. بله. کل فرهنگ آریایی چیزی رو ساختن که چگونه ما اچیف کنیم و دنیا رو به بردهداری و یه سیستم اقتصادی آدم خورانه و دموکراسی درست کنیم. دمو یعنی همین مردم ها، یا دموس کراسی یا حکومت
مردمان، و مردمان هم همون 4-5 درصد بردهدارانی بودن. به قول ارسطو میگه اینا مردمانن، 4-5 درصد بقیه دونها یا فرومایگانن، به بشریت این گونه توهین میکنه. درست مثل فرهنگ دشت تازیان و فرهنگ توراتی و فرهنگ پنج قوم تازی مردم رو فرومایی میدونه، و درست به عکس اون چیزی که ما ایرانیان میگیم، در مردم، در ورجاوندی مردمه که اِوولوشن در حرکته، نه در اون ادهی که با توته تکوبر میکنن و با خرد یونانی یا با عقل یونانی و یا با وسرا عملگرایی یونانی یا با به قول معروف اچیومنت یا نتیجه گرایی یا ریزالت اورینتد. نه، خرد زنده جاودانیش هست. تا نقطه خرد زنده است، ارزشمنده. زمانی که تبدیل به یک تکنیک و تاکتیک شد، بعد ممکنه حتی برسه تبدیل بتونه عرابه هم بسازه، ساختمان هم بسازه، ریاضیات هم از ما یاد بگیره، برسه حتی کامپیوتر هم بسازه، ولی در خدمت جنایت و زد، هنوز در خدمت جنایت و زد فراپوییشه. با اینکه فراپوییش یا تکامل اِوولوشن را خودش رو به زور جلو میبره و یه روزی بالاخره اینها رو میروفه و به زبالدان تاریخ میاندازه. اینها شعار نیست، خواهید دید، هم در زندگی خود شما خواهید دید. پس خرد زنده جاودانی شناس هست، خرد آیه زندگانی شناس هست. خرد تکنیکی نیست ما به کار ببریم که پول به دست بیاریم، مردمان جهان رو کنترل بکنیم و ریزالت گرا باشیم. اونا مرضه، اونها شکم زیر شکمه، اونا ضد فراپویش. خرد رهنمای و خرد دلگشای، هم راهنماتونه هم به شما شادی میده. به دنبال اچیومنت و خوردن و یک خوشحالی سطحی از این که خب $1,000,000 بردم و دزدیدم و انت دخترم تا یا امشب سوراخ کردم تجاوز کردم، نیست. اینا نیست، هیچ، اصلا هیچ ربطی نداره. میگن قرار شده چه بده نکی. خب چیز خوب میگی. پس آخه بعضی وقتا باید عکسشو بگیم تا این برش معنی شه. آخه هرچی که هست اسمش خراب شده. ایجاد، اورومزا، خرد، اینا همه دیدگاه های دیگه دارن. خداوند، فکر میکنم خداوند همون چیزی که توراتی ها گفتن یا با موجودک تو آسمون یا الهوه یا الوخیمه، یعنی واقعا ما رو خالی کردن به طور کامل. ما رو خالی کردن. به همین دلیل من میرم این اون نیست، این آن نیست، این همان نیست. بله، ما از این همانی بودن یا قیاس یا استقرا یا تمثیل، اون چیزایی که در فرهنگ یونانی به ما یاد دادن، بیام بیرون و دیالکتیک آف هیستوری رو شروع کنیم، راه گشای زندگی خود بکنیم، همون راهی رو که فردوسی یادتون داده. شما راه فردوسی رو بدید، آزاد میشید، دنیا رو آزاد میکنید. 1300 سال این سر تاخچه هامون تا امروز تعداد خیلی کمی فهمیدن، مثل یه دریایی که هر کس به اندازه‌ای که تونست ازش آب برداشت یا بهره گرفت یا ماهی گرفت یا هرچی. امروز زمانش که به طور کامل این استفاده کنید. اگر میخواهید ایران آزاد بشه، اگر میخواهید خود آزاد بشید، با آزادی خود ایران رو آزاد کنید. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دوست ایرد به هر دو سرای. پس مذهب نیست که دو سرای رو در این هستی سبودی ما و در انرژی ما که در هستی رها میشه کجا میره. میگه اگه دوست میخوای در هر دو سرای، این سرای و آن سرای، این جهان، این گه زمان و گه مکان، جهان یا که بعدن شد جهان چون عربا گه نداشتن، در این جهان و در جهان دیگر، خرد دوست گیر به هر دو سرای. از او شادمانی و از او مردمی است. از خرد شادمانی میاد و مردمی، نزد مردمی، نه اینکه مردمان دون صفتن و الیت ها کدام کدست خودشون الیت میذارن، آدم خوران اونا حق دارن از مواهب هستی 1% بر علیه 99%. امروز چیزی که 99% یا میگن اینه. ببینید این یکی دیگه از علامت بیداری بشره.
awakening، بیداری، بیدار شید شما، دنیا داره بیدار میشه. اینا رو دوستانی گوش میکنن فکر نکنم ما با کسی هستیم، ما برای این که در آینده امیدواریم که اینها برای بشریت پخش بشه، حالا به هر حال در هر سطحی، در هر سطحی دوستان دوست دارن کمک کنن که پخش بشه، مردمان بشنون اگه فکر میکنن مفیده به حال مردمان. اگر هم بهشون به بعضی اونا فکر میکنن به بعضی مردم ممکنه بر بخوره، نگرانش نباشین دوستان، بهتر از این که به ما بر بخوره تا اینکه به مادر ما تجاوز بکنند. اینو به گوش بگیرید، بهتره به ما امروز بر بخوره تا ابد به خواهران و مادران و برادران ما تجاوز بکنند، به ما تجاوز کنند. دوستان از او شادمانی و از او مردمی، شادمانی و مردمی میاد، ما به دنبال مردمی بودیم نه اینکه مردمان دونند. از اوی است فزونی و از اوی است وضویت کمیست، از هر چی که برداری از اون به اون میده، به تو میده فزونی و کمی. خرد تیره و مرد روشن روان نباشد همی شادمان یک زمان. اگر یک خرد تیره باشه، روانت روشن نباشه، روانت روشن باشه یعنی جان داشته باشی، ولی خرد تیره باشه نباشد همین شادمان یک زمان. این دو با هم نمیان، با هم همخونی نمیتونن، همخونی ندارن باشه. مثل رومی یا حافظ که نبزرگ بود، هم خرد داشته هم جان، یا مولانا مثل رومی جان فراوان داشته، به فکرش کار میکرده، به وصل بوده غیر مستقیم به فرهنگ مهری، چیزی که در درونش میجوشید و میغلید و ازش بیرون میریخت و سر به بیابون گذاشت و قول معروف چیز شیدا شده، دلیلی داشته، چیزی از درونش میغلید، ولی چون خرد نداشته، شعور نداشته، داستانهای کثیف تورات رو خونده بوده، از زبان قرآن، بله. یوسف و کسافت و آدم خور و موسا و فلان و اینها تو ذهنش اینا میچرخیده، این آشکارها، این به اصطلاح اینترنال دیالوگش ذهنشو پر کرده بوده و هی میخواسته از این اینترنال دیالوگ یا از این آشکارهای ذهن که تو ذهنش میره رها بشه، تو ذهنش مرتب میچرخیده و نمیدونسته چه کنه و هی باش صحبت میکرده ذهنش با اون، وصل شده بوده از طریق جان، از طریق انرژی به اصل خیش، به وصل خیش، به ریشه خیش، به مهریت، به ایران باستان، ولی چیزی که جلوش بوده قرآن کثافت و تورات آشغال و اینها بوده، در نتیجه چیکار میکرده؟ اون بدبختی ها رو به اونها معنای خوب میداده. یوسف عزیز پیرانش بوی گوه میده، قرار بود تو این برنامه نکم گو، پیراهنش بوی عرق کسافت اون عرب رو میده. خب آخه چیکار کنم، یوسف رو گم گشته باز باید به کنعان، کنعان اون جایی که توراتو بخونید رفتن و آدماش رو قتل عام کردن، برای این که چی بود؟ برای درخت های خوب بود و میوه داشت و خدا اومده تو گوش این موجودت گفته بود اونجا به تو پرامیز شده بریم اونا رو قتل عام کنیم و بگیریم. خب حالا پس نریم اون طرف. برحال پس میگه که خرد تیر و مرد روشن روان نباشد همین شادمان یک زمان. شما اگر خردتون تیره است ولی حتی جان هم داشته باشید خطرناک، باید هر دو رو داشته باشید، جان و خرد. شما که جان دارید و اینقدر به دنبال حقایق هستید دوستان، همین دوستانی که الان ما گوش میکنن جز کسانی که جان دارن و دنبال حقایق هستن و خرد هم دارن، خردتون رو کامل کنید، چون شما جان دارید. این خرد شما رو از این برداشت اشتباهی که نسبت به مسائل روز، گذشته، تاریخ، سیاست امروز، سیاست فردا، سیاست دیروز، این که تسلیم بشیم، این که یه دفعه دیگه سازش بکنیم، یه دفعه دیگه تو سری بخوریم یا نخوریم، اینا همه این تصمیماتتون رو این خرد درست میکنه. یعنی بدونید که چه شد که این گونه شد، تاریخ رو به طور واقعی و صیاد و دیالکتیکش بفهمید، نه از طریق اون چیزی که به ما دشمنان شناخت به ما شناسوندن. خرد ما رو تیره کردن، از طریق تیره کردن خرد ما
جان را از ما چکار کردن؟ قاپیدن و دزدیدن و گرفتن. پس حالا ما باید از اون طرف باز برگردیم، جان به جان خود زنده بشیم. ناامیدی، روان پریشی، رشک، دشمنی، بیهوده، تنفر، اینها را از خود دور بکنیم، چون اینا مال سامی هست، مال تازی هست، مال ابراهیمی هست. و ما فقط دفاع از خود تو پوزه اینها زدن رو راه خود بکنیم، که اینا موقعی میان که روی ما کثافت بریزن و اینها، ما بزنیم تو پوزهشون بیرونشون کنیم. ما حق نداریم کینه‌ورزی بکنیم، قساوت بکنیم، دشمنی بکنیم، راه اونا رو بریم. چرا؟ چون اینها از رشک و روان تیره شونه که به این راه اومدن. ما باید دفاع کنیم از خود با شمشیرهای آخته، با قدرت محکم روی پای ایستاده خود ایرانی. فقط دفاع کنید از خود با تمام جان و با تمام خرد و با تمام قدرت، مثل رستم. هیچ راه دیگه جز رستم شدن نیست دوستان. اگه فکر میکنید که یه راه دیگه هم هست که شما آزاد بشید، بلکه ایران یا کره زمین آزاد بشه، نیست. فقط باید قوی بشید، رستم بشید. رستم بخونید ببینید سازش میکرده یا نمیکرده. نکنید رستم سازش میکرده. یه مرده که این یارو اومد گفت رستم فلان کار رو بده کرد. رستم مردمه، نماینده مردمان است که اشتباه میکنن ولی روسبیگری نمیکنن، سازش نمیکنن. مثل یارو که اومده پول گرفته تمام این کانالا، تازگی هم به این چیز شاعره دادن. نمی کنند. رستم سازش نمی کنه. رستم آزاده. رستم روانش با جانش یکیه و خردش با روانش یکیه با جانش. خرد تیر و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. این شوخی نیست. در این یک بیت 13,533 کتاب نوشته. 5,535 براشون میلیارد کتاب نوشته. خرد تیر و مرد روشن روان، مرد یعنی مردمان، مرد و زن، نباشد همین شادمان یک زمان. این اصلا دیالکتیک من. این چیزی که تازه هگل که بهش رسید و مارکس سعی کرد علمی ترش بکنه و اینها دست پیدا کرده. این تا چیز این همین ذره از این نمیشه. اساس فرهنگ ایران دیگه، شالوده ایران، دانشی ایرانی که در نهایت در بیداری اروپا به اروپا رفت. بعد کتابهایی که دزدیده بودند اون رهبران یهودیان به چیز داده بودن، به یونان و ارسطو داده بودن و فلان اینها، بعد تدرسشون دزدیده بودن، بخشش دست به اصطلاح این دانشمند و چیزای اروپا افتاد که ترجمه شده بود بدون اینکه بگن این از کجاست و بدون اینکه جانی داشته باشن که بتونن درکش بکنن اومدن و ولی به هر حال یه بیداری داد به هگل. من میتونم بگم شاید 60% فرهنگ ایران رو درک کرد، شاید 60. میگه همه چیز از ایران شروع، تاریخ از ایران شروع میشه، نه از سومریان دوستان. هگل دیگه به قول خود اینها غربی هم که دیگه سر تعظیم فرود آوردن، بزرگترین فیلسوف و بزرگترین دانشمند غرب شناخته شد، اخیر شناخته شد که آخره، چون جهان در حال اِوولوشنه. و که بعد مارکس برمیداره شیوه به اصطلاح دیالکتیک علمی رو روش پیاده میکنه. یه دفعه دیگه هم خرد تیرو مرد روشن نبان روان، نباشد همی شادمان یک زمان. سازشی نیست، این دوتا با هم جور نیستن دوستان. مصرف کنم یک این... بارم من باید اینو بخونم این... راضی بشم. راضی بشم. این split mind، این گسستگی مغزی که در ما به وجود آوردن و این کامپارتمنتال هایی که در ما به وجود آوردن، یک کشور ما رو باز میکنی وطن پرسته، اون کشور رو باز میکنی وطن فروشه، اون کشور رو باز میکنی روسی صفته، اون کشور رو باز میکنی عصبانی و طرفدار ایران رو سازش نکنه. این کشورهایی که تو ما گذاشتن، کشور تیکی تیکمون کردن، سپلیت مایند ما رو کردن
به اصطلاح در روانشناسی اسکیزوفرنی که ما رو انجام دادن، نتیجه گرفتن خرد و دزدیدن جان ماست. یعنی که ما یک موجود روان پریشیم، ما نمیتونیم کمکی به خود و فرزندان خود و جامعه بکنیم، حتی و کودک خود و زن خود و همسر خود و پدر خود و مادر خود بکنیم. You are a menace to society. I mean me. If I'm like that, کشو کشویم. I am a menace. باید انسان کامل و هولستیک بشه. بله. انسان کامل بشه. خرد. کامل یعنی هولستیک، نه که کامل وجود نداره. منظورم این که یک گون بشه. همگون شدن. یک خطی شدن و اینها نیست. همگون شدن این که کامل. به اصطلاح هول شدن. هول به انگلیسیش. هولستیک که از اون میاد. خرد تیره و مرد روشن روان نباشد همی شاد من یک زمان. بکنم بسرد یه خود رازتر شدم ولی هنوز نمیتونم رد شد باشه رد میشم. چه گفتان هنرمند مرد خرد که داناز گفتار او برخورد. انسان دانا از گفتار مرد هنرمند و مرد خرد، یعنی کسی که جان و خرد داره، از گفتارو میتونه برخوردار بشه. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، یعنی جلودارش، ز پیش جلودار ما، نگهبان جان ما، پیش قراول ما. اگر خرد نباشه، کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. پشیمانی میاد دل شما. بله. یعنی جان شما ریش ریش میشه، تیکه تیکه میشه، غمگین میشین، روان پریش میشید. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. فردا که با خمینی ساختید و رفتید، بخش چپای خیانتکار، رهبران چپای خیانتکار میگم، نه چپان بزرگوار میهن پرسته که از هر آشغالی که اینها ریختن توی کانال ها بهترند و سرورترند و شاهان ایرانه، اونها رو نمیگم. چپ عنوان چپ جمع خوشگلی هم زیاد نیست، ولی کسانی که طرفدار مردمان هست، این طرفدار اِوولوشن هستن، یعنی اونها رو میگم، نه اون احمقای رهبران توده یا اکثریتی. چپ مستقل، بزرگوار، جان بخش کم نداشتیم. شهید هم نگید، جان بخش جونم. شهید مال مسلمان های آشون. اونایی که به اسم چپ رفتن با خمینی و رژیم ساختن و انقلاب ایران رو بهش خیانت کردن و پشت کردن و باید شکست انقلاب ایران شدن، البته از بیرون هم به اصطلاح اسرائیلی ها، این رهبران همین به اصطلاح یهودی کدام کد رهبران یهودی ها که پول از آمریکا گرفتن، از 150 میلیون پشت این مرزیه گذاشتن، و آقای اسکرولادی خودش نه. اسکرولادی یهودی خودش با هواپیمایی که مال اون قسمتی که مال خودش بود تو ایر فرانس، هواپیمای خودش اینو برداشت با سلام و صلوات آورد، جتای اسرائیل هم هوای هواپیما رو داشتن که کسی نزنه، یه نفر خر نشه و نزنه، یه هم مثلا یک میهن پرست ایرانی یا کسی که میخواد انقلاب ایران به طرف بزرگی و استقلال بره گذاشتن، و به اصطلاح انقلاب 1979 ما هم شکست دادن، همینجوری که انقلاب مشروطیه ما هم شکست دادن. ولی انقلاب ما پیگیره، جلو رونده است، اینها رو ادامه دار ببینی. اینا فکر نکنید، اینا در پیونده، فکر نکنید ما شکست خوردیم تموم شد، حالا باید اجنبی ها و روسیانی که کودتا کردن و اون آوردن، بعد یا انقلاب ما رو شکست دادن و خمینی رو آوردن، یا تاتار و قاجار و مغول رو بر سر ما کردن، حالا اونا باید بیان، حالا آقا رضا و نوه خمینی و موسوی و فاحشه رفسنجانی و رفسنجانی، اینا رو نکنید دوستان، اصلا اون طرف نرید، برای اینکه اون وقت دلتان از کرده خیش ریش میشه. اینا شوخی نیست، بیدار شید و این کار نکنید، دم مرگ پشیمون میشید. کسی کو خرد را ندارد پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. هشیوار دیوانه خواند مرا ورا، همان خیش بیگانه دارد برا. آدم هوشیار اونو دیوانه میدونه. بله. کسی که اینو بفهمه، اون کارهایی که اونا میکنن دیوانه واره. موقعی که بخشی از این کدام خود چپ که ماموران اجنبی نفوذ کرده با
آقا اون موقع من یادم میگفتم که آقا این که نمیشه، ما 10 ساله که داریم. اول مواجه مسلحانه شروع شد، موتور کوچک پیشروان و جانبخشان موتور بزرگ مردم رو به راه انداخت، دانشگاه ها میجوشه، روشنفکران بزرگ ایران، دانشمندان ایران، بزرگان ایران یک حکومت دموکراتیک و آزاد و مستقل بالاتر از همه چیز میخوان. همه اینا این دار دسته هایی که سازش کرده بودن با این آخونده و با اسرائیلیا و آشغال هایی که میخواستن خمینی رو بیارن، گفتن هاش صدا نه، فعلا بذار هم متحد چی. آقا در صفوف مردم جدایی نیندازید، برو بچه صفوف مردم جدایی نه، ما شعار خودمونه میدیم. و خب اینقدر اینها پول پشتشون بود، این جنایتکاران به 50,000 مسجد آردی ساخته بودن، خود شاه ساخته بود و چیزم که خب مأمور موساد بود دیگه، خود اون سازمان امنیت. خب یه دی هم توش نمیدونستن، وطن پرست بودن، فهم کنن سازمان امنیت ایرانه، نمیدونستن سازمان امنیت اسرائیله. خب اونا آردی برنامه ریخته بودن عکسای خمینی بالا بره میان مردم. مردم تو تبع انقلابی دوستان چون خرد ندارن، خردشون همون حکومت قبلی ازشون گرفته و حکومت قبل قبلی و قبل قبلی تا زمانی که اجنبی ها بودن از ما خرد گرفتن. خب توی تبع انقلاب آره میگن خب آفرین، حالا این آشغال بیاد از این ستون تا ستون فرجه. حالا اگه ما اینو بگیم همون کار زمان پیش کردیم، یعنی بذار هر آشغالی میخواد بیاد یه اوضاعی میشه و از اون ببرد شاید مردم ببرن ایران مستقل بشه و ما بشیم سعی که از سروران و کشورهای مستقل جهان. ولی اینطوری نیست این دفعه دوستان، همچین شرایطی دوباره از کرده خیش ریش میشه دلتون. پس هشیبار آدم هوشیارون دیوانه میخواه، همچنین که من اصلا باور نمیکردم این کسانی که به دنبال این مردک را افتادن و مذهبی هم نبودن اون زمان انقلاب، ولی خب عده زیادی هم بودن که نیفتادن و از همون اول کشته شدن یا فرار کردن یا گروه های مخفی رو تشکیل دادن. همان خیش بیگانه دارد ورا، خودی اون رو بیگانه میدونه. یعنی من که اگه رفتم به طرف اجنبی دیگه ما چیکار کردیم؟ ما دیگه بیگانه ایم، ما دیگه ایرانی نیستیم. نخست از خود بیگانه شدی، سپس از همنوعان از همنوعان خود، هم از خانواده خود اول خیانت کردی، اول به خود خیانت کردی، بعد به خانواده‌ات، به زن و بچه‌ت و مادر و پدرت اینا، به خواهر برادرات، بعد به شهرت، به محلت، بعد به کشورت، بعد به کره زمین. یعنی به هستی، به فراپویش هست، به تکامل، به اون علت وجودی من و تو که اینجا هستیم خیانت کردی. اگه این کارو بکنی که جان و خرد رو و خرد رو جلو نذاری. از اویی به هر دو سرا ارجمند، از اویی به هر دو سرا ارجمند، گسست خرد پای دارد به بند. به هر دو سرا باز ببین اونجایی که میگه خرد دوست گیرد به هر دو سرا، اینجا باز بر میگرد اون حرف، میگه از اویی به هر دو سرا ارجمند. اگه اون خرد رو، خردی که به جانت جلوی تو داره میره، جانت رو نگاهبانی میکنه، چرا؟ جانه که اصله و خرد مثل یک شیلد، مثل یک ذره است که تو میپوشی. البته این یه نکته بگم، این دو سرایی که میگه ما در فرهنگ باستانی خودمون اینجا و بعد از مرگ جای دیگر نداشتیم. دو سرا همزمان بوده، اینجا یعنی و آنجاست. بعد سرای مادی و سرای مینوی، اینها در ارتباط و پیوند با هم همزمان و همکنون بودن. آفرین. تایم و پارل یونیورس، تایم و سپیس، انتی تایم، انتی سپیس. برحال برای این که ما این دوالتی رو که امروز از بشر گرفته شده، درک این دوالتی رو کشف کرده بودیم. هگل دوباره اومد از سر کشفش کرد. هگل بزرگترین فیلسوف برحال تاریخ اخیر جهان از سر اونو کشف کرد، از شما گذاشت دیالکتیک. دوالتی ما اصلا شیوه زندگیمون بوده، شیوه خردمون بوده، شیوه نگاه کردنمون بوده، و همین دلیل ستاره شناسی برامون ساده بوده، و همین دلیل ریاضیات آب خوردن بوده برامون، و همین دلیل از کی، از 8000 سال یا 10000 سال، 12000 سال پیش، نه از زمان کوروش دوستان. خیلی سخت.
سعی میکنن میگن ancient ایران زمان تاریخ باستان کوروش. خب اینا همون رهبران یهودیان که میخوان بیان کوروش خوبه برای اینکه اومد عمه منو نجات داد. مثلا اونم زمان باستانه، برای اینکه تاریخ‌های قبل‌ترش همه رو دزدیده یا قایم کرده بودن و زنده بودن. یاری که گفتیم بهش خواهیم رسید. الان عصبانی نکنین چون من یه دفعه چیزی بدی بینم. از روی به حد و سرا ارجمند. گسست خرد پای دارد به بند. گسست خرد پای دارد به بند. شما پاتون بسته است. شما اگر خردتون گسسته باشه، اگر ما خردمون گسسته باشه، مثل یک زندانی هستیم که هیچ ارزشی نداریم. خرد جسم و جان است چون بنگری، هم جسم هم جانه. چرا؟ چون نگاهبان جانه. بله. تو بی جسم شادان جهان نسپاری. تو این جسم رو ببینید، اون رو جسم یعنی اون مادیت، بخش مادیت وجودی ما کلش، نه فقط شکمده شکمه توراتی، کلش ما بدون این بدن، بدون این مادیت ما، مغز و روان و تن و قلب و شکم و پا و دست و زیر شکم، همه اینها با هم، ما شادان این جهان رو نمیتونیم بسپاریم. این تن ما یا به قول فرهنگ تولتک یا مایاها که بهش میگن توناب، بدون نواب یا بدون انرژی جان، مینوی جان بیارزشه. یعنی ما خرد نگهبان جانه، در نتیجه خود پیش برنده تناب یا تن ما هم هست، یعنی جسمیت ما، وجود ما، شادابی ما، هستی مادی ما، مادی به معنای جسم نه به معنای پول، ماده یا اخشیج به زبان پارسی. از خرد جسم و جان است چون بنگری، یا پارد در واقع، یا پارد یا اخشیج. بله. اخشیج بیشتر عنصر، به جای عنصر میتونیم بگیم اخشیج، به جای ماده بگیم پارد. چیزی که پای رد پاش در تمام هستی میبینیم. خرد جسم و جان است چون بنگری، تو بی جسم شادان جهان نسپری. بردن این جهان، پیش بردن در این جهان، شادان بودن در این جهان، سپری کردن در اینجا امکان پذیر نیست بدونه. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان و جان است و آن سپاس. سپاس تو گوش است و چشم و زبان. سپاسی که در ما در پارسی میگیم یعنی همان سپاس گوش است و چشم و زبان. آگاهی ما، اون نماینده های آگاهی ما. بله. اون چیزی که خدای ما، خدای این ذرات هستی شدیم. ما بله. چشم و گوش و زبان این هستی هستیم. هم ذراتی که به هم چسبیدن، از اینکه چند تریلیونش با یه شکل خاص پیچیده به هم چسبیدن بر اثر اِوولوشن، تازه ممکنه حرف بزنیم، کامیونیکیت کنیم، ببینیم و بشنویم و حس کنیم و درک کنیم، جهان رو بفهمیم. پس خرد نماینده آن سپاسه، نگهبان است جان، نگهبان جان است در درجه اول، و آن سپاس، سپاسه. بله. و تو خط فصل سپاس رو روی هم می‌نویسه، سپاس میگه، همون چیزی که ما سپاس میگیم به هم دیگه. سپاس تو گوش است و چشم و زبان. تو سپاسی که به بودن خودت میگی، به اینکه در این هستی وجود داری، به اون تشکری که میکنی، عربیش بکنم که بفهمیم، سپاسی که تو میگی چیه؟ تو این چشم گوش چشم زبان رو به راه، اون راهی که درسته ببریم، اون راهی که اِوولوشن جلوت گذاشت. همون چیزی که توی مثلا فرهنگای ابراهیمی عقب موندم، سعی کردم کپی های خیلی بیخرد و نفهمی بیجانی از این بگیرم. یکی شبیه این هست، راه راست بروید، مثلا از این مزخرفات که راه راست هم اینی که بعد به دیگران حمله کنید و مرد بکشید و زن بچه هاشون تجاوز کنید، کوشر یا حلال میشن بر شما. این از تورات یاد گرفته بودن. ولی این اون نیست. چی میگه؟ سپاس تو گوش است و چشم و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. راه راست یا راه چپ، نیک و بد
از خود شماست رو شما می چون اون رو سپاس ندارید و خرد رو تیره میدارید یا بدارید، یا اگر خرد رو چیز خود نکنید، شیر یا ذره خود نکنید، چه کار میکنید؟ نیک و بد از این میاد. اگه اون رو بکنید نیک میرسه، اگه اون کار رو نکنید بد میرسه. بیگمان میگه، بیگمان که از این سه رسد نیک و بد. بیگمان خرد را و جان را کی یارد سزو؟ کی یارایی توانی اون داری که خرد جان رو ستایش بکنه؟ برای اینکه چیز دیگری هستن. و گر من ستایم کی یارد شنود؟ و اگه من ستایش میکنم کی یارایی دیگه که بشنم معنی اینا چیه؟ گیر کرده این مرد چگونه اینا رو بگه که ما بیاره که ما بفهمیم؟ چون زبان بعضی وقتا قاصر میشه به قدر معرف شده. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود؟ از این پس بگو که آفرینش چه بود. خب حالا میگه کسی نیست، معنی حرفای من درست بفهم، اون جرفاشو بفهمه، چون اون زمان خرد ما آرادی تیره گشته بوده، 300 سال بعد از حمله عرب بوده و رهبران یهودی و عربا بر جان ما چیره شده بودن، همون فرهنگ توراتی و قرآنی بر جان ما چیره شده بود و کتابای ما رو همین ها هنوز می دوزیدن، همین به اصطلاح توراتی ها می دوزیدن و می بردن و جاش آشغال می نوشتن و عربا هم که می سوزندن و اصلا سرشون نمی شد به دوزن چون ارزشی براشون نداشت. رهبران یهودی ها ارزشش این بود که باش میخریدن، میفتن قایم میکردن، فرهنگ رو تفمالی میکردن، عوضش میکردن، میخرید فروش میکردن و رباخاری میکردن و اونا رو پنهان میکردن که نکنه یه دفعه جان خرد مردم بیدار شه، رباخارا رو بریزن بیرون، کودتاچی ها رو بریزن بیرون، جاسوس ها رو بریزن بیرون، اونایی که الیجنس وفاداریشون به اجنبی یا مذهبک که خودشون یا قومک عقب مونده یا فلان هست اونا رو بریزن بیرون، یه دفعه جهان آزاد بشه، کیسه اینها و شکم زی شکم اینها به اشکال بر بخوره. در نتیجه این کارها رو مرتب میکردن و این کتابها رو میدوزدیدن و میبردن، ولی عرب چون این چیزا سرشون نمیشد، این احمق عقب مونده آدم خوره روز بیگه صفت تجاوزگر بودن، چیزی جزو نبودن، دستورات عمل میکردن و موقعی که میرسیدن به اینجا قالیار تیک پاره میکردن، تجاوز میکردن، کتاب ها رو میدیدن میسوزوندن، یا اگر خشتی بود یا روی لوحه بود به دستور علی یا عمر کثیف اینا به رودخونه میریختن یا میشکندن و خود میکندن و صورت ها رو با چکش ها صورت های ایرانی رو بسر میشکندن، صورت های مجسمه ها رو میشکندن. خب کار اینها این بوده. بله، فکر میکنم اینجا به یک نقطه رسیدیم که سپسر راجع به آفرینش تماما نزدیک میشیم. من میخوام پیش از اینکه این بحث تموم بشه، در مقابل ما خیلی سخن گفتیم از نظر اینها به هر روی این کارا رو کردن، این دزدی ها و این توطئه ها در مورد دانش و فرهنگ ایران کردن و دزدیدن و در یک برهه به عنوان مثال ارسطو رو فرستادن، اسکندر رو فرستادن که اینا رو برای ارسطو ببره. من اینجا میخوام نکته در مورد دموکراسی ارسطویی که چه تفاوتی داره و اصلا این توطئه غرب کدام کد به اصطلاح رهبران یهودی که این دانشا رو نخست از طریق این افراد از آسیای صغیر به یونان بردند و سپس در به اروپا و جهان غرب، هومر و هسیود و اینها، بله، و اینکه چگونه این ارسطو این رو دانش به کدام کد علمی کرد و به خورد جهانیان داد رو میخوام اینجا یه سیستم آدمخوری رو علمی کرد. خیلی پس من این سخت مونده که میگه چون کسی جرفای سخن رو مثل این که امروز نمیتونه بفهمه، اصلا برم سر آفرینش که گفتار در آفرینشه فردوسی شاهکاری است که در هیچ دانش جهانی چه در رشته‌های فیزیک، شیمی یا فلسفه یا شعر یا فرهنگ یا تاریخ یا هنر یافت نمیشه، نزدیک بهش یافت نمیشه، یک میلیونمش هم یافت نمیشه، گوشه از اون هم یافت نمیشه. هر چی که در دنیای امروز تا امروز پیدا شده تو این سیستم برداری که تو این چند سال اخیر بوده، گوشه از فرهنگی که در این 10-15 خط گفتار در آفرینش جهان و مردم، به همین دلیل گفتار در آفرینش جهان و مردم رو ما
حتما دفعه آینده است. ولی سه خطی که از گفتار در ستایش خرد من میگذارم تا شما گفتمانو بگید و بعد این سه خط آخر ستایش خرد رو تموم میکنیم و برنامه رو به همیهنان به سر میکنیم. من اینجا دارم در مورد این مسئله که گریبانگیر ما ایرانیان به ویژه هست چندین و چند به هزاره در واقع و به خصوص در این زمان همکنون در کدامکو تلویزیون ها و محافل روشن فکری و این چیزی که به هر روی به خورد ما دادن از طریق میدیا و دانشگاه ها و اطلاعات و اخبار و مطبوعات غربی قرض زده شده که فرهنگ، علم، دموکراسی، پیشرفت همه اینها از افکار ارسطویی و بنیانگذار اینها از اون زمان و از این دانشمندان کدامکد یونانی اون زمان غرب رو به دروازه های پیشرفت و مردمان جهان رو به اصطلاح به جلو برد. میخوایم این رو بررسی کنیم که این چیه که امروز روز هم ما میبایست از روشنفکران و کدامکد تاریخداران خودمون از دانشمندان یونانی و به اصطلاح این بلند قامتان ما باید درس یاد بگیریم برای اینکه چی ما خودمون کوتاه قامتان بودیم. این تحریف و این خطر این نوع گفتار و این نوع اشاعه این مطالب بسیار خطرناکه. من از این روی میخوام تفاوت‌های بنیادی که بین دانش باستان ایران و اون چیزی که ما دست یافته بودیم و سعی داریم می‌کنیم که کم کم اینها رو بازگشایی کنیم با اون چیزی که از ما دزدیده شد و اون دانش‌هایی که برده شد در برهه‌های مختلف تاریخی و به دست این تحریف کنندگان و این به اصطلاح افراد افتاد و اون هم از طریق یونان قدیم و مکتب‌های همچون ارسطو و افلاطون این گونه افراد بود. یک بخش را از کتاب سیر حکمت در اروپا به نوشته محمد علی فروغی براتون میارم و سپس‌تر در این مورد سخن می‌گیم. نظر ارسطو که ذهنش همه متوجه به اوضاع یونان و معیشت آن زمان است، بهترین اشکال اجتماع این است. این گونه میگه ارسطو، یعنی معتقده که دول کم وسعت و کم جمعیت و مرکب از ملاکان و فلاحان باشند و این جمله آزادگان و صاحب زندگانی و زن و فرزند بوده به فراغت به کسب معرفت بپردازند و زیر دست خود بندگان داشته باشند که حوائج زندگی را فراهم سازد. پس این دموکراسی که ارسطو میکنن و دموکراسی ازش سخن میگن این گونه لب مطلبش به این گونه است که یک جمعیتی که ملاکان و فلاحان باشند و اینها به اصطلاح آزادگان و صاحب زندگی و زن و فرزند و آنقدر زمان فراغت دارند اینها می توانند به کسب معرفت و علم بپردازند و بخش دیگر هم بندگانی هستند که حوائج زندگی این قشر رو تامین می کنند. پس در اینجا می بینیم که ما با دو گروه در مقابله هستیم، گروهی که ملاک هستند و گروهی که بندگان هستند. بعد سپس در ادامه شکل حکومت در هیئت‌های اجتماع به اختلاف مقتضیات محلی از احوال مردم و اوضاع جغرافی و غیره ها مختلف می شود و اینجا مهمه. اساساً چون دولت مجموعه است از اشخاص آزاد و متساوی، دوستان توجه سر بفرمایند، میگه چون دولت مجموعه است، نه اینکه کشور یا مردمان مجموعه ایست از اشخاص آزاد و مساوی. اینجا فقط سخن از دولت و یک قشر بسیار کوچکی میکنه که این دولتیان هم که آزاد و مساوی هستن باید حکومت متعلق به عموم باشد.
و اینجا در مورد جمهوری و دموکراسی داره سخن میگه. به هر روی پس از اینکه ما فهمیدیم دو طبقه رو اینجا، دو قشر یا دو طبقه رو مشخص کرد و اینکه فقط در بین دولتیان و این هیئت حاکمه هست که تساوی و آزادی و این فراغت وجود داره، بعد ادامه میده که در این، من این بخش رو پیدا کنم که از روی کتاب برای شما بخونم. شما گفتیم که اون آقای پروفسور انصاری میگفت که نه. این معلم اول، معلم اول بشریت، این معلم بزرگ، معمل اول بشریت. نه، من به فکر اون تاریخ گویی هستم که این میگه این بلند قامتان همش این افراد رو جلوی چشم ما ایرانی آره، میزنه. آره، اون مشیری بیچاره اون تقصیر نده، برای اینکه اون در همین حد شعور و دانشش در همین حده و همین آشغال های اینها رو خونده، این فرهنگ خودش اصلا نمیشناسه. اون فقط مثلا نیرف فهمیده که آو عربا ما حمله کردن، تازه فهمیده. بله. چهار پنج سال پیش می اومدیم بگیم اسلام و عرب اینا، آقا ما با اینها و عرب و اسلام که اشکالی نداریم. بله. ما با آخونده اشکال داریم. هم چهار پنج سال پیش. بله، شما میتونید یک دفعه اسلام شناس و عرب شناس شد و شما میتونید روی این بحث بدید. من این بخش رو خوندم که در واقع دو قشر از جامعه این سخن میگه، یکی این که قشر ملاکان و اون در واقع که بخش دولتیان و اینها هستند که در حقوق آزاد و مساوی و برابر هستند و زندگانی و زن و فرزند و اونقدر فراغت هم دارند که به مسائل علمی بپردازند، و دسته دیگر خود بندگان باشند که حوائج زندگی اینها را فراهم سازند. یعنی بهشون میگه دونها، یعنی بله بله، همون بله. بره ها یا گوسپندان. بله. در فرهنگ ابراهیمی که مردم گوسپندند و باید گوسپند باید یه دی بخورن، یه دیرم یه دی تولید بکنن، یه دی بخورن. دقیقاً. بعد بین این دو تا قشر در میان این جماعت شریف، این جماعت شریف و گروه حقیر، یک طبقه متوسط هم که هم باشد میان آنها اعتدال را نگه دارد. یعنی این تئوری دموکراسی به اصطلاح طبقاتی که امروز می‌بینیم به آخرش رسید، سه فرم خودش، سه فرم نهایی خودش رو تیک کرد، بردهداری، فئودالی و کپیتالیسم، و فرم آخر همه اینها موناپولی آف اوریثینگ، یعنی کپیتال یعنی اوریثینگ، یعنی برده و زمین و وسایل تولید و کارخونه و اینا، دیگه به موناپولیش که رسید مرحله مرگشه اینا. پس می‌بینید در کجا این تفکر شروع شد، در یونان، و بعد از اون که تازه اینا تونستن مردم گرایی و شهریاری و مردم سالاری ایران رو، ایران باستان از 10000 سال پیش تا موقعی که ایران حمله کردن 2000 و خورده ای سال پیش در زمان داریوش سوم اینا حمله کردن. بله. یونانی ها رو، یعنی یهودی ها رفتن رهبرشون، یونانی ها رو برداشتن و بودن راه یادشون دادن. اینها از اون زمان که این چیزها رو یاد گرفتن، مردم سالاری ما تبدیل کردن به دموکراسی یونانی. بله. یعنی مردم به جای اینکه مردمان باشن که وسیله اِوولوشنن، برجاوند و نیروی اِوولوشنری تاریخن، کلکتیو کانشسنس اف هیومن، نوک پیکان اِوولوشن روی زمین یا فراپیش روی زمین، تبدیلش کردن به اون معدود آدم خوران و توطئه‌گران و خرمرد رندان، و اونا میخورن و میبرن و بقیه برای اونها تا ابد تولید میکنن، و برای اینکه اینا که تا ابد تولید میکنن بر نگردن این آدم های خوب بردهدار چند درصد کوچکی که صاحب دنیا هستن رو بعدشون انقلاب بکنن، یه طبقه میسازیم بین مردمان شریف، یعنی این 4-5 درصد آدم خور، و این آشغال ها، یعنی برده ها و مردمان تولید کننده، این تولید کننده ها رو آشغال میدونه، یعنی مثلا 90 درصد بقیه، یه طبقه میسازیم برای متوسط که تو هر قشه چیزی میریزیم مثل سگنون جلوش میدازیم که چیکار کنه، که بیا این کاسلیسی ما رو بخونه، مثل تمام این کانال هایی که میبینی، مثل همین پروفسور انصاری که میبینی خوشحال میشه که یهودی ها اومدن ایرانی ها رو قتل عام کردن، اونا میخواستن یهودی ها رو بخوشن، و
من ریختن ایرانی ها رو کشتم با یه حالتی این مرده که ملعون کسی. خیلی خوب عذر میخوام تو برنامه فردوسی هستم. بله سخن من اینجاست که این همین این تفکر و همین پایه‌ریزی به سیستم اجتماعی سیاسی است که بله امروز میبینیم به انتهاش رسیده و این طبقه متوسطی که به اصطلاح بافر هستن یا این وسط میبایست جلوی این برده ها و دون صفت ها رو بگیرن دیگه از بین رفته. یعنی خود این شریف ها یعنی آدم خوران روسی یعنی چند درصد آدم خور خودشون قدر احمق شدن و ابله شدن و اون آز اون رش اون چیزی که فردوسی میگه دانفال اینها خواهد بود. فردوسی پیش بینی میکنه که چطور این آدم خوران سقوط خواهند کرد از این رشکشون. از این رشکشون نتونستن حتی طبقه متوسط رو که روی شونه هاش وایساده بودن اون آدم خورا چاپنده سادی که دنیا رو خوردن روی شونه های طبقه متوسط وایساده بودن دیگه. طبقه متوسط بعد سرکوب میکرد طبقه کارگر رو به بخش تولید کننده جامعه رو. اینا برعکسش کرد میگن تولید کننده اون صاحبه است نه اون کسی که داره با دست خودش ماشین میسازه گندم میسازه با دست خودش تولید میکنه با کله خودش با مرغ خودش تولید میکنه. اون نیست. نه شخ فکر نکنه اون نیست. اون طبقه حاکم است. آره اون پدر به خطایی که به اصطلاح اینها رو کنترل کرد و تحت کنترل گرفته اون به اسم صاحب یا میگفتن صاحب به یهودیای انگلیسی موقعی که به هند حمله کرد میگفتن صاحب هندیای بدبخت. نه همه مردی خیلی یه دشان مواده مسلحانه شروع کردن که انگلیس مجبور شد بده به دست آقای چیز حکومت رو که میگن خیلی باسپور. بله آقای گاندی نجات نداد. اونایی که مواده مسلحانه میکردن از ترس اونا انگلیس هند رو منتقل کرد به گاندی. مثل اینکه مثلا از ترس انقلاب ما تبدیل ایران رو دادن دست خمینی. یعنی البته گاندی از خمینی یه ذره بهتره ولی یادتون باشه کی داد دست خمینی؟ سه نیروی ارتش رو همون بهاییه که صاحب جریان بود و مأمور اسرائیل بود به اسم بقره باقی و ساواک که مأمور بازموساد بود. اینا رو همه چیز رو مستقیم دادن دست خمینی. حالا این بخشی که من آوردم در پیوند با این جان و خردی که ما از شاهنامه خوندیم از این روی آوردم که زمانی که این توطئه های این گونه رو کردن در طول تاریخ چگونه جان رو از این خرد گرفتن و از این دانشی که بر روی دزدیده بودن و برده بودن و چه جان رو نگرفت. از اول خودشون جان رو نفهمیدن. درسته که نفهمیدن. یعنی اینها که اومد قسمت جان ما میگفتن آقا جان چی ما به هر حال زنده ایم نفس میکشیم راه میریم نگاه میکنیم سوراخ میکنیم فلان میکنیم آقا جان چیه میخوریم شکممونو تلمبار میکنیم کارد به شکممون. به هر حال اونا جان رو نفهمیدن. آردی تفکرشون در سطح بردهداری انسان سیستم بردهداری آردی جان و خرد ازش گرفته شده. خرد رو به شکل یک سیستم کودانکود عقلانی یعنی یک سیستم اچیومنت مادی سو استفاده کردن و یاد گرفتن تکنیک ها رو و گفتن آقا چیزی که به درد ما میخوره این تکنیک هاست. این سیستم ریاضیات از ایران اومده، سیستم ساختمان سازی که از ایران اومده، سیستم دولتی که از ایران اومده. یعنی حتی اون فلسفهش هم نفهمیدن درک نکنم فلسفه که اومده هیچ وقت. فقط سیستم دولتی ایران رو فهمیدن که چطور اینها 50 سارتراپ و 25 در از 30 سارتراپ اینها دارن میچرخونن با این عظمت و با این شادی و با این بزرگی. در نجوم هم سیستم دولتی نگاه کردن بعد از روش کاپی کردن ولی به جای اینکه مردمان حاکم باشن در سیستم ایران شهریاری باشه چی کردن؟ تبدیل کردن اون آدم خورایی که آردی قدرت در دست داشته اون درصد و کوچولو اونا اسمشون مردم باشه یا دموس دمو باشه دموکراسی یا دموکراسی. یعنی اون 90% یا هر چند درصدی که به عنوان بندگان همون موقع طبقه بندی کرده اصلا اونها جزء انسان‌ها نبودن. نه این آقای مشیری بازدیدم اومد تاریخ دموکراسی رو توی برنامه مردک ملعون اندیشه کانال اندیشه گفت اونم مثل یک سگ جلوش نشسته بود خیلی همچی تحصیل قریب آقا ببین چقدر میفهم دموکراسی یعنی چی. بعد اومد رسید به چیز انگلیس به هیویس کورپس و بله
به تمام این ماجراها رسید و این خیلی ایمپرس شده بود. به به این تاریخ دموکراسی، این غرب است که دموکراسی را آقا به جهانیان عرضه داد. نه خاک بر سر مگناکارتای بله قرن 12 چیز رو مطرح کرد اینا که یک چیز مصلح شده ای از مردم گرایی و بزرگی و انسان خدایی فرهنگ ایران بود از 10,000 سال پیش تا کوروش تا داریوش تا این اومد تحویل داد و این مثل کودکی های نشستن و تعریف های از اجنبی ها و غربی ها و اینا کرد و من در تعجب هم که چقدر پیشی میگیرن در گوی سبقه در این تعریف کردن از بیگانگان در نوکری از اسرائیل و از غرب و از اینا اصلا همه خوبن چون ها آدم خارند و جهان خارند و ببین موفق شدن چه جنایاتی در جهان بکنند و نگاه کن سرخپوستا رو چگونه قتل عام کرده. البته این از من میگم ولی با حالت صحبت اونها، صحبت های منه. اونا هم میگم با بچه ها خوبه، یونان خیلی خوبه، دانشمانده نگاه خوبه. کن چقدر اینجا ماشین درست شده، کامپیوتر درست شده. یعنی اینا شعورشون در این سطح، شعورشون از هستیشون، وجودشون، اون چیزی که فردوسی داره میگه من نمیدونم چطور به شما حالی بکنم. بله آقا جان، اصل خرد نگاه بارشه، پیش بارشه، من اینو دقیقا من این رو آوردم که این تفاوت بنیادین بین این دو رو دست کم بیان بکنیم و ببینیم اجازه بیداد مصنوی هستان من کاغذ دست دلم نظر اجازه بیداد از یک جا باید پایش رو گذاشت که ببینیم جریان چی بوده. ولی شما این چند خط چند خط رو تموم کنم که دوستان خسته نشن، به گفته دوست گرامیمون جمشید که میگه گفت believe me one over is good enough. من درود بر تو جمشید، اگه گوش میکنی حکیما حکیما بله ای آدمی که همه چی رو میدونی چو کس نیست حکیما. حتما بعدا این کلمه عوض این جوایی چیز دیگری بوده. من اینجا مطمئنم که چیز دیگری بوده، مثلا بوده بزرگا یا مثلا دانشمند یا دانشمند. چو کس نیست گفتم چه سود، از این پس بگو که آفرینش چه بود. یعنی از اول بنیان شروع کن تا شاید بتونیم فکر این انسان مرده یا جان گرفته شده و کم خرد رو بتونیم از نو بسازیم. چرا باید از ریشه شروع کرد؟ همین طور که در فرهنگ های آدم خود برای اینکه انسان رو بی خرد و بی جان بکنن از اول شروع کردن. خدایی بود، یهوه بود، اومد در فوت کرد، در 7 روز همچین اضافتی زد فوت کرد. اینا اومدن بعد اینا با هم چیز کردن، بچه هاشون با هم این برد کردن و از همه در نتیجه همه جودن، همه یهودی هم، همه از تورات اومدن، همه از نو اومدن از آدم و حوا اومدن، از اون آدم خورا اومدن، از اون حابیل و قابیل هم دیگه میکشن اومدن بس. از تجاوزگرا اومدن. ما همه اونیم، به کثیفیم و بدیم و زشتیم. علتش هم این که از درخت دانش که یهوه گفت نخورین رفتیم خوریم. دانش خیلی بده، ما رو لگد زد انداخت به زمین و خلاصه همین که هست وجود گوار دور. به هر حال نه، این گونه نیست. در نتیجه فردوسی میگه پس باید من از اول شروع کنم. ای داد بیداد از اول باید شروع کنم. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو که آفرینش چه بود، از دیدگاه بزرگان ایران، از دیدگاه فرهنگ انسانی، از دیدگاه فرهنگ آریایی، که آفرینش از کجا شروع شد. بعد میگه از این بیگ بنگ شروع شد. این چیزی هم بود کلمه مسخره بیگ بنگ، یا در واقع گشایش اول، گشایش اول پر از انرژی، آتشین اول. هیچ فرهنگ دیگه هم چیزی نداره، علومه نداره. خب که فرهنگ دیگه هم نبوده تو دنیا. یکی این بوده، یکی هم برعکسشون اینا که عرب و توراتی و نتوفیان ها برعکس کردن، گفتن نه یه مسیکی بوده، گفته که پوف بذار روشن بشه، روشن شده، بعد مثلا بعدش زمین شده، بعدش هوا شده، آدم و هوا شده، بعد آخرش خورشید اومده، آخرش خورشید بعد روز ششم استراحت کرد، بعد خسته شده، مسیکی خوابیده، مسیکی من اون روز هفتم خوابیده. خب ببینید این احمق کردن، ابله کردن مردم کار ساده ایه. ببینید انسان آماده است که هم ابله بشه و هم بزرگ، هم خدا بشه. پس فردوسی میخواد شما رو به خدای خود، ما رو به خدای خود بازگردونه، شاید امیدی برای آینده زمین باشه. از این حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو که آفرینش چه بود، شاید از راه آفرینش ما بتونیم این خرد و جان رو به بشر بازگردن. بعد میگه تویی، به انسان میگه
کرده کردگار جهان. تو نماینده و سازنده کردگاری، تویی که خدا رو میسازی، یعنی خود رو میسازی و هستی رو میشناسی. شناسی همی آشکار و نهان، این تویی که خدایی. چرا تو آگاهی این هستی هستی، تو آگاهی هست و خدایی، تویی کرده کردگار جهان. هم تو از نتیجه این حرکت تکاملی ماده به وجود اومدی و هم خود خدایی، کسی که برگشته به این کردگی یا به این حرکت، به این انجام، به این انجام و سرانجام داره نگاه میکنه، برگشته و به گذشته خود مینگره. شناسی همی آشکار و نهان، توی این کافیه که دیگه بدونی موقعی بس ایزد و اهورمزدا و اینا اون کرخری در آسمان نیست، اهورمزدا توی، این انرژی کانشسنس توی.